وای اصلا حسش نیست. امروز اصلا حس ویدیو ریکورد کردن نیست بچه. پس چرا الان اینجا به نظرتون؟ 100% به خاطر شما که هستون به کنار، اون که 100% واسه راز اسکواد اینجاییم. ولی جدا از اون بحث، مگه میشه آدم آهنگای ممزی رو گوش کنه بعد انرژی و آدرنالین تو بدنش بالا پایین نشه؟ میاد اول آهنگ مصر میگه که از پنجره بیرون رو نگاه، بدون تو هیچ خبری نیست. شاید همین با همین یه جمله تموم میکنه کارو. امروز میخوایم بیوگرافی شایعه رو بگیم با کلی انرژی. برو بریم. سلام، خوش اومدید به رادیو اکتیو زون. بالاخره بدون اینک اومدم. من کارنم و یه قسمت دیگه از بیوراپو می‌خوایم با هم دیگه صفا کنیم. فقط لطفاً چک کنیم که سابسکرایب کرده باشین ما رو. اگه ساب نکردین حتماً سابسکرایبمون کنید و یه کامنت کوچولویی بنویسین. اگه انگلیسی باشه چه بهتر، چون به خاطر فیلتر شکنی که شما با اون اومدین داخل یوتیوب شما رو فیک تشخیص میده یا ربات تشخیص میده، واسه همین سابای شما رو میپرونه، ویوهاتون لایکاتون اینا رو میپرونه و دیگه ما رو نخواهید داشت و از اون طرف هم لایک و ویو و سابای ما میره پایین دیگه. پس لطفاً حتماً یعنی یه کامنت کوچولو بنویسید. اینم تلگرام و اینستاگرام ماست، حتما اینجا ما رو دنبال کنین. هر موزیکی اینجا بحثش بشه اونجا هست و کارهای دیگه ای هم خواهیم کرد اونجاها، پس حتما دنبالمون کنین. حتما واسه هشتگ راز اسکواد یادتون نره بنویسین همین الان یعنی تو کامنت ها که می‌خوایم بترکه راز اسکواد همه جا باشه. بس دیگه، بریم سراغ ممرضا شایعه. ممرضا شایعه متولد مرداد سال 1372 تو تهرانه. من تهرانم، تو کجایی دادا؟ 27 سالشه، از با اخلاق‌ترین بچهای رپ فارس. واقعا لوتی منش به شایعه میگه، به همه هم میگه رفیقامی، همش میگه داداشاشید. از نوجوانی حرفه‌ای شروع کرد به نوشتن و رپ کار کردن و اینا، با کمپانی‌های مشهوری کار کرد تو رپ فارس. جنوب تهران به دنیا اومد و از 11 سالگیش رفت قلب تهران. حالا اگر الان توی تصویر میرور میشه یا نه نمیدونم. بعد همون جزغلکی 14 سالش که بود، یه آهنگ رپ تو MP3 رفیقش همکلاسیش میشنوه و از همونجا از رپ خوشش میاد و از این داستان. البته فکر نمیکنم اینطوری باشه، چون به هر حال یه مدتی طول میکشه هر کسی از هر چیزی خوشش بیاد دیگه، مگه نه؟ نمیدونم، شاید هم همین بوده، چون اکثر رپرها همینجوری عاشق رپ شدن. بیوگرافی پوریا پوتک هم گفتم یادتونه. در هر حال به همین سادگی مسیر زندگیش عوض شد. انقدر که رپ دوست داشت، هر چی پول داشت میرفت میداد به کافینه تو اینا که بره اونجا موزیکای رپرها رو دانلود کنه، گوش کنه، صفا کنه. از دبیرستان هم که گفتم شروع کرد تکست نوشت و دل نوشت و دیدم دیگه چقدر دست به قلمش تو دل نوشت و قویه. تنگی نفس یه موقعهایی تا یه جا. هممون وای میسه قلب زیر یقمون، هممون دلمون تنگ میشه بره دیگه سمن و بره آشای خاله بره تن. اون موقع که می نوشت همون دوران دبیرستانش و اینا، کار بیرون نمیداد به خاطر اینی که دوست نداشت کار ضعیف بده بیرون. ولی اولین کاری هم که داد بیرون یه روز خوب میاد بود که داشت با هیچ کس حرفی زد. سال 89 دادش بیرون. میشد چند سالش؟ میشد 17 سالش. 17 سالگی اولین کارش داد بیرون. یه روز خوب میاد بود، داشت با هیچ کس حرف میزد، انگار داشت میگفت که مثلا یه روز خوب فلان موقع میاد، اینجوری میاد، اینجوری میشه، از این حرفا. سبز چمن موقع از آن مؤذن از آن نمیگه، روز خوبی نمیاد وقت عذاب است. که یه سری ها میگن دیس به هیچ کس بوده، ولی به نظر من دیس نبوده دیگه. هر چیزی که دیس نیست، هر کی بیاد راجع به هر کسی بزنه حرف بزنه که دیس نیست. حالا هر کسی برداشت خودشو داره، این نظر منه. یواش یواش چند تا کار داد، 5 6 تا کار که داد دیگه صداش پرطرفدار شده بود. بعد حسین کارشو شنید، حالا داستانش هم خودش تعریف کرده تو لایواش. حسین کارشو شنید، گفت پاش بیا تو کاغذ، جای تو اینجاست. شروع کردن تو کاغذ فعالیت کرد، اونجا بیشتر ترکوند و محبوب‌تر شد و پررو ادامه داد. می‌خواست تو دانشگاه که بود دیگه عکسشو پخش کنه، ولی چون انصراف داد برف سربازی، واسه اینکه داستان نشه و اتفاقی نیفته پشیمون شد و مخفی موند. چهره‌شو یعنی مخفی نگه داشت. خیلی سخته، تصور کنین الان من امروز مثلا اینجوری واساتون ویدیو رو ضبط کنم، خب مثلا اینجوری بیام کلا واساتون حرف بزنم، بعد فکر کنین 10 سال واساتون بخونم، با آهنگام زندگی کنین و اصلا ندونین من چه شکلی ام، کیم. یه روزش هم سخته، چه برسه 10 سال. 10 سال خودش تعریف می‌کرد توی یکی از لایواش که توی سربازی مثلا یه نفر نشسته بوده، مثلا گوشی دستش بوده، هی همش استرس داشته نکنه الان داره از من فیلم می‌گیره، دوربین دستش باشه، میرفته تونتون سراغ یارو، گوشیدو بده ببینم چیکار داری می‌کنی، می‌دیده که نه دوربین نیستش و بی‌خیال می‌شه، ولی همش استرس این داشته که تصویرش فخشه. و من به یه نکته توجه کردم، تصور کنین چقدر باید رفیقای طرف درست حسابی باشن که طرف بگه من عکسمو نمیخوام پخش کنم، جایی نمیخوام منو ببینن، و تو هم مثلا یکی از معروف ترین رپرا شده باشی، بیان واقعا پخش نکنن عکس تو، هیچ جا لو نره، حتی مثلا باشون دعوا کی میشه. این خودش خیلی خفنه. البته یه جایی هم هست که درس کرده بود عکساش، ولی اثبات نشده بود که این عکس شایعه. خودش تو لایو اینستاگرامش راجع به ورود و خروجش به کاغذ یه سری گفته بود، واسمون یه
توضیح ریز داده بود و معلوم نشد دقیقاً چی پیش اومد. اومد بیرون یه سری شایعه بود که کاری به اونا نداریم. اتفاقی که ما دیدیم فقط این بود که صادق و حسین با هم دیگه استوری گذاشتن با آهنگ باد و بارون. همون شب شینا بود که شایعه پست گذاشت که داشت به یه تابلو نگاه می‌کرد، به عکس حسین داشت نگاه می‌کرد و از پشت بود دیگه، شایعه خودشو نشون نداده بود. وزیرش هم نوشته بود خیلی مهربون و خیلی مسالمت‌آمیز، مسالمت‌آمیز درسته دیگه، نوشته بود که من دیگه با کاغذ همکاری ندارم. یعنی نوشته بود دیگه تو کاغذ نیست، ولی یه جوری نوشته بود که انگار از کاغذ بیرونش کردن و نمیخوان تو کاغذ باشه، وگرنه خودش مثلا دوست داره و اینا. خیلی سیاستمدارطوری نوشته بود. حسین هم زیر همون پست اومد خیلی مهربون بهش گفتم دمت گرم بودی و خوش گذشت و موفق باشی و این صحبت ها، ولی به نظر میومد که یه سری اتفاقات دیگه افتاده بوده و میخواسته بیفته که شاید ازش جلوگیری کرده، ولی به هر حال اون کاری به اونا نداریم، مهم اینه که یاد زودتر بیاد. امیدوارم یاد حسین، همینطور عصبانی شایعه. ولی الان که دارم فکر میکنم یه تراک مثل زبر دوباره بیاد مثلا خیلی خفن میشه، یا یه چیزی مثل سرپام دوباره شایعه و حسین با هم دیگه باشن. فکر کنم یه دفعه خبرش بیاد که تو آلبوم یادی همچین فیتی هست، چقدر ذوق میکنیم ها، چقدر خفن میشه. اگر اومد یادتون باشه من پیش بینی کردم سیبیل ریزون میشه اصلا. شایعه هم واقعا صاحب سبکه، اون صدای آروم و نیمچه فوسه ای که داره و تو میخونه یه درد خاصی، خستگی خاصی توش داره، واقعا حال آدمو میسازه. چه حال بد بسازه تو وجود آدم، یعنی بخواد آدمو مثلا لش کنه و غصه بخوره از این حرفا، چه بخواد انگیزه بده. من که یه سری از آهنگای آرومش هم گوش میدم انگیزه میگیرم، نمیدونم چرا. آهنگای مثلا غمگینشو گوش میدم انگیزه میگیرم. یکی از کارهایی که واقعا هنر میخواد انجامش محبوب بودنه کنار مشهور بودن، که واقعا شایعه محبوب هست و خوب انجامش داده. همه داداش شاشی همیشه خیلی بیاشیه بوده، ولی جدیدنه داشته هاشیه کم و بیش، که اونم از وقتی بودش که روشو رو کرد. اونم بیشتر بقیه واسه هاشیه درست کردن و وارد هاشیهش کردن، وگرنه خودش فکر نمی‌کنم می‌خواست وارد هاشیه بشه. خوبه که بیهاشیه است، اما هنوزم به نظر من بیهاشیه ترین رپر فارس یه نفر دیگه است که حدس بزنید تو کامنت ها منظور من کیه. موضوع موزیکاش جالبه، بعضیاش خیلی مثلا دلی راجع به موضوعای خاصی خونده که کمتر دیده شده. این خیلی مهمه که موضوع خاصو انتخاب کنم رپر رو واسه خوندن. مثلا موزیک رفیق فابریکش که در مورد رفیق خونده. تو جداد میشد بیا تو حال خرابم یه انقلابی کن مثل همیشه. واسه خواهر یه آهنگ خونده که دیوونه کننده است، یعنی من که خواهر ندارم به وجد میام وقتی گوش میدم، چه برسه اونایی که خواهر دارن. چقدر بزرگ شدی خواهری، چقدر درست بزرگ شدی خواهری، مثل پنجه آفتاب میمونی و من. آهنگ همه منه اینجا واسه خواهر خونده. تو آلبوم ناقابل واسه آقایون یه آهنگ خونده واسه مرد، اسم آهنگش هم صبره. مردی تو صبر داشته باش مثل همیشه، فرق داشته باش. بذار بگن یکی نبود جیبش، اما ای دل مردونه داشت، عیب نداره بری سو خوده. بعد از اون صبر، صبر دو اومد با جاستینا با هم دیگه خوندن، و این یکی صبر واسه یه بانو بود، واسه بانوان، واسه خانوم. خانومی کن و صبر کن بازم، میدونم هر نری رسید مرد شد واسم، میدونم مجبور میکنی خودتو مبادا این بی‌معرفت و مجبور. جاستینا چه فلوی داشت تو این آهنگ، من تا دو هفته که شنیده بودم این آهنگو شنیدم، یه بار شنیدمش بعد تا دو هفته بعدش همجوری واسه خودم فلوشو زمزمه میکردم، با اینکه اصلا آهنگشو حفظ نبودم و یه بارم بیشتر نشنیده بودم، یادم هم نمیومد چه آهنگی بوده که من الان دارم فلوشو همینجوری میخونم. نفس بگیر لعنتی، واقعا با درد میخوند، خیلی کچی بود. خستم از این همه حرف، از این همه زد چقدر بالا سر ببینم یه سر. بچه راجبه خیلی چیزای دیگه اینجوری هم خونده، آهنگاش حالت مسکن طوری داره خیلیاش، برای اشخاص مختلف تو موقعیت‌های مختلف آهنگ خونده که میتونه آرومشون کنه یا ناراحتشون کنه، حال کرخی و دپی بهشون بده. ولی آلبوم آخری که داده بود قبل از سنج این جانب، آلبوم بلند بود، از رو اسمش هم پیداست، اسمش این جانب بود و بیشتر خواست حرفای دلش و حرفای خودش رو بزنه و راجبه خودش بگه و کاری که دوست داره رو انجام بده و سبکای مختلف رو امتحان کرد. شلش کنه داشت توش که اصلا غری بود. با این حال موزیکای توی این جانبم یه جورایی مسکن توری و دلی هم توش بود بینشون. مثلا یکی بهترین آهنگاش به نظر من واقعا مثلا اهل نااهلیه، تا صبح فرهنگ ساز بود این آهنگ. یعنی من که سیگاری نیستم از آوژان میگیرم گوش میدم که مثلا چرا یه بار مثلا بغل دست یه سیگاری وایسادم دودی که دود سیگارش رفته تو ریه من، دیگه چه برسه به کسی که همه چی میکشه. شدم اهل نااهلی وقتی به اراده بی ظرفیتم دود تو دست بچه ها چست. وای وای، اینو نگم میمیرم، اینو نگم میمیرم. تو رو خدا برید همین الان کفری گوش کنین، یعنی خدایی ببین گوش میکنی هر ثانیهش آدرنالین واقعا تو بدنت ترشح میشه، همه جای بدنت انرژی میشه. ازم میپرسن چطوری؟ به نظرت بلش رویش اگونجیش بترسم این طلبه که طلبه ترم اینا که پی سرویس کردن دهن منه، اگه جایی گفتن همه رو زدن لطفی کن بگوی سر منم بزنن.
خوراک ورزش و دویدن و ایناست. قشن خسته که میشی پلی میکنی، تازه شروع میشی میرید رو سقف مثلا تا صبح انرژی میده، سیبیلات میریزه انقدر انرژی داره توش. فیتاشو واسهتون بگم که با تیدای فیت داشته، با حسین فیت داشته، با سجاد فیت داشته، با زال فیت داشته. زد ای ال میشه زال یا زل، زال باید بشه دیگه، باری به هر جهت هم داد بهش، باهاش فیت داد که یه موزیک سنگین طوری بود که میخوره زال باشه دیگه. حالا عکس زالم ندیدم تا حالا، شاید موهاش سفید باشه و قشنگ رفرنس زالو داشته باشه. خب داشتم میگفتم با زال فیت داده، با تیدای فیت داده، با حسین فیت داده، با سجادی فیت داده، با اپیکور، علی بی، ریچه، نیموش، بیگره، یاسین ترکی، دانیال مهیار، امیر خلوت، کنیس و ستون اش اسطوره هیدن مهراد با هم دیگه خیلی رفیق شدن، سه تا فیت دادن تا الان. مشخصه که با هم دیگه خیلی حال کردن. شایی یکی از بیاشیه ترینا بوده تا قبل از اینکه روش رو کنه. روش رو کنه رو گیر دادم. بعد از رو کردنش هم میگم حاشیه زیادی نداشت، حاشیه‌ای هم بود بردنش تو حاشیه خودش نرفته بود، ولی به هر حال آلبوماش هم یه ریز واسهتون سری بگم. آلبوم کرم، آلبوم دو بشک، آلبوم ناقابل، سمج، قبلش اینجانه، اینجانه قبل سمج بود. سمج البته ای پی آلبوم سه تا ترک داشت، مثل کرم که مثلا چهار تا ترک داشت، ولی به هر حال آلبوم دیگه. به زودی عصبانی رو میده یه آلبوم. وای موهام کلافم کرد دیگه. به زودی هم عصبانی، ولی تو آلبومای گروهی خیلی فعالیت داشت. همون اول بهتون گفتم با کمپانیای مشهور رپ خیلی کار کرده. مثلا تو آلبوم اووردوز حضور داشت، دو تا اووردوز، اووردوز 2 و 3 تو یکیش هم فکر کنم بود. ولی یادم نیست. ولی آره تو اووردوزا بود، توی فرکانس بود که با امیر خلوت فیت داد، کجایی دادا. کالیبر 24 بود، تو آمپول بود، آلبوم آمپول. میگم تو خیلی آلبومای اینجوری گروهی ها بوده همیشه و حضور داشته، فعالیت‌های خفنی کرده کلا. خب این بار خیلی زود رسیدیم به همین حوالی، البته نمیدونم خیلی هم زود نشد، ویدیو خیلی طولانی شد این بار فکر کنم، یعنی میشه طولانی چون نصف کار مونده هنوز. رسیدیم سری همین حوالی، چون اکثر کارهایی که کرده شایی همین حوالی بوده، چون همین حوالی خودشو نشون داد، روش رو کرد. خیلی تیز میریم سراغ داستانایی که پیش اومد. وای موهام رو مخه. سال 98، همون اول داغترین فصل سال، مرداد، یه پست گذاشت گفت آلبوم اینجانب به زودی. بعد یه هفته 9 مرداد که روز تولدش میشه، من اول نگفتم 9 مرداد، فقط گفتم مرداد ماه، اینجا گفتم 9 مرداد. تو ببینم کیه تا آخر ویدیو نگاه میکنم، بنویسین تو کامنت اگه تا اینجای ویدیو رو دیدین، ولی تا ته سورپرایز دارم و این هفته انجامش میدیم و الانم انجامش دادیم، پس تا ته ببینید حتما، حتما تا ته ببینید، ببینید تا ته حتما. ویدیو دموی آلبومش رو روز تولدش گذاشت که همه با عشق میدیدنش، همه سیبیلا، همه بزرگا، همه کوچیکا، همه دخترا، همه پسرا، ولی به ته ویدیو که میرسید سیبیل همه میریخ اصلا. خودشو بعد 10 سال نشون داد. سیبیلام یعنی اصلا. زیرش هم 4 خط برامون دلی نوشته بود، حرفاشو زده بود در مورد این 10 سال و اینا. یه خیلی کوتاه بود. اون شب خودم یادم قشنگ تو اکسپلور هر جا میرفتم عکس شایعه بود. اینستا رو باز کردم دیدم همینجا نوشتن شایعه، گفتم اه بابا بس شورشو درآوردین دیگه، هر چی میشه شایعه درست میکنین، عکس شایعه، عکس شایعه، ولی شایعه نبود و واقعا شایعه روش رو کرده بود. باشه شما هم تعریف کنین خاطرتون از اون شب چیه؟ چه اتفاقی افتاد واسه شما؟ چه جوری فهمیدین که شایعه خودشو نشون داده؟ کسی بهتون گفت؟ خودتون دیدین؟ حتما تو کامنت ها بگین، چیل کنیم با هم دیگه، گپی بزنیم. ولی الان گپ زدن بس، بریم سراغ ادامه داستان. اون ویدیو خودشه بچه، موزیک ویدیو بود به نظر من، خیلی واسه زحمت کشیده شده بود. اما ترک این جانب آلبومم، ترک اصلی آلبوم که راجع به خودش گفته و میخوام برم رو صحنه و الان آمادم، آماده صحنه، خود ویدیو خیلی حس شایعه رو نشون میداد. دوربینا همه با دوربین دوروبرش بودن، ازش میگرفتن. شایعه منم، محترم نظامی، مگه تو هم به محترم بذاری؟ اگه یه قلب عین آینه داری کامنت های زیر پستش هم نگاه کنین مشخصه چقدر ترکونده دیگه. اون پست قبلش که یه هفته قبل گذاشته بود گفته بود به زودی 12000 تا کامنت خورده بود، این پستش که اومده بود دیگه آلبوم گذاشته بود 112000 تا کامنت گرفته بود، 100000 تا کامنت بیشتر. پوتک کلی باهاش حال کرده بود، بقیه آرتیست ها همینطور، واقعا ترکوند و کلی محبوب شد، محبوب تر شد. از اون طرف هم خیلی هیت گرفته بود که مثلا چرا با زیر پوش تو موزیک ویدیو تی، یا مثلا عکس کاورت اونجوری، اون فقط خودتی و هیچ چیز. خب بابا دلش خواسته، مهم نیست، مهم اینه ما موزیک خوب داریم میشنویم لذت میبریم، این حرفا مهم نیست. خیلی هم میگفتم ما شایعه قدیمو میخوایم، این شایعه اون نمیخوایم، چه وضعش از این حرفا، که دیگه هر کسی یه سلیقه‌ای داره، ولی به نظر من مهم اینه که خواننده‌ها بتونن تغییر کنن و پیشرفت کنن و کارشون رو به بهبودی ببرن. آخرای مرداد 98 هم آلبوم فرکانس اومد و شایعه دو تا ترک داشت اونجا بود، یکیش با یاسین ترکی. جالبه هممون حواسمون به هر چی که نداریم، جالبه هممون بخوام چیزی که هستیم و نه. یکیش با امیر خلوت، فیتش با امیر خلوت هم خیلی خفن بود، که یکی از دیساش بخوام بگم که من تو بخش دیس اصلا نگفتم دیس خاصی، چون واقعا دیس خاصی نداره، همین میشه دیس محسوب بشه به خاطر اینکه دیس به کسایی که از ایران رفتن، رپرایی که از ایران رفتن. من تهرانم تو کجایی دادا؟ بینه اصلا اون وقت خبریه، اونجا می نسکه انگاه همیشه تو خطریه،
خلافی غلاف تو کمریه آدم مثل من. ولی یه چیزی واسم جالب بود وقتی داشتم در مورد شایعه تحقیق میکردم، اکثر آرتیستایی که تو فرکانس بودن پست آهنگی که تو فرکانس داشتن رو پاک کردن از پیجشون. جالب بود برید یه نگاه بندازین چرا سیبیل ریزون بود این داستان. گیر دادن به سیبیلا. جهانیش کنین بچه‌ها. مبدا ابداعش هم یادتون باشه اینجاست. کارن گفت اولین بار، من بگم اگه جای دیگه نگفتن، از بیورپ شایعه شروع شد. دوست ما بعد یه نماهنگی داد، یه موزیک ویدیوی فیلم مغزهای کوچک زنگ زده، تیکه‌هاشو جمع کرده بودن، یه مونتاژ بود، خیلی خفن بود واقعا، هم قشنگ مود داستانو داشت. پایین تر از بچه های پایین، لفن سایی پارو گرد و خاک خالی، تو آشغال دنیا هست این جای جایی که تو آقا اینجا خبر اومد که دوتا عشق، دوتا خفن خوردن به هم، با هم دیگه فیت دادن. ممزی و مهراد، ممرز شایع و مهراد هیدن سرک سیلو دادن که شایعه شدش که دیسپ تتلو بود، بخش چیز ورس شایعه. ولی خب اینطور نبود، بود یا نبود و کاری نداریم، شاید شیطنتی بوده باشه ولی دیس نبود. سری کی وقت کردن آشیشن انقدر، کی وقت کردن استاد نقاشیشن انقدر، تا جی ملت خبر دارن تا ایم شاشیدن. آره ولی ممکنه شیطنت باشه واقعا. چرا؟ چون که دانیال که عضو گروه اصلیه چند وقت پیش تتلو رو توی یه دونه فری استایل تو اینستاگرام دیس کرد. چند ماه بعد آلبوم سمت شروع شد، اولین ترکش رو داد مخلص کلوم، یه آهنگ سیاسی بود که واقعا جرأت میخواد همچین کاری رو کردن و تو ایران زندگی کردن، دمش کرد. ما اینجاییم روی زمین دور افتاده که دیگه از غرور افتاده، 24 ساعت روز دور افتاده. دو تا ترک دیگه یه آلبوم سمت هم همینجوری هر یه ماه یه ماه میومد، بعدیش مصر، یه روزی نرسه بینی دادی یدر تد 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 شدی لات من. بعد از مصرم که یکی از همکاری‌های خفن بود، آهنگ ملکوتی رو داشت که قشنگ فاز ملکوتی میداد بالا. فاز میوه چیرن دارم پادرم، سنم بگی عامله است برم سر وقته یه کار پاره وقت پاک باشه سابقم را برم تو خیلی. بیت آهنگ ملکوتی، ملکوتی سمپل شده از یه از موزیک متن یه بازی بود. گیمرا تو کامنت ها بگین ببینم بلدین کدوم بازی یا نه. ولی اصلا هیچ کس حس نکرد که مثلا آلبوم بود سمچ، انقدر تیکه تیکه دونه دونه ترک ها داد، حتی واسه خریدارا هم دونه دونه فرستاده میشد، سه تا ترک بیشتر نه. آلبوم تونل دو هم نگم دیگه، آلبوم تونل دو مهرا که شایعه تو ترک سومش دوباره با هیدن بیت داشت و مشخص شد اینجا که شایعه و هیدن حسابی با هم دیگه رفیق شدن، دوتا قول. دست خودم نیست شوشیم، نهل مدارا نهل چشم پوشیم، بفروشینم دتایی بریز. الان هم که همین چند روز پیش فروش آلبوم عصبانیش رو اعلام کرده، احتمال داره هیدن دوباره اون تو فیت باشه، امیدوارم. ولی یه چیزی عجیب بود، این رسم این که همیشه یه حاشیه قبل از آلبومی که میخواد بیاد، از هر کسی که آلبوم میخواد بیاد پیش بیاد، خیلی عجیب بود. یه سری حواشی پیش اومد همین چند روز، دو سه روز قبل از اینکه مثلا بگه خبر وجود آلبوم عصبانی رو بده تو پیج شایعه. شایعه اومد استوری گذاشت و به عکس یه رپری با یه آقایی گیر داد. به نظر شخصی من حق داشت، گیر خیلی به جایی بود. بعد اون یکی به اون یکی گیر داد، این یکی اومد به این یکی تیکه انداخت، کل اعضای زدبازی اومدن به شایعه گیر دادن، اون یکی پیشو اومد مثلا با شایعه رفیق شد. یه چیز تو در توی شد که حالا یزدان ویدیوی کامل بررسی حواشیشو گذاشته واسهتون، همون یه هفته همون موقعی که قشنگ حواشی پیش اومد، برید ببینید اونجا داستانشو کامل متوجه بشید. حتما برید ولی آلبومشو بخرین تا آرتیستامون مجبور نشن به راههای عجیب غریبی واسه کسب درآمد رو بیارن، با همچون آدمایی رفت آمد داشته باشن. خیلی بده اگر ما حمایتشون کنیم، همین خرید آهنگاست. شایعه هیچ وقت سراغ هیچ کاری نرفته، سایت بد بزنه فلان کنه فسال کنه از این جور داستانا زیاد سراغش نرفته. شاید قبلا فکر کنم یه سایت بتی داشته قبل از اینکه اصلا سایت بد بیاد، ولی مهم اینه که این کار رو نکرده و لطفاً حمایتش کنین تا قبل از اینکه شایعه هم خدای نکرده به همچین کارهایی رو بیاره. هیچ جای دنیا آهنگ مجانی گوش دادن معنی نداره، باید واسه آهنگ گوش دادن پول داد. هر کاری تو بخوای بکنی باید بابتش پول بدی، یه هزینه‌ای داره، هر چیزی یه هزینه‌ای داره، باید واسش پول بدی. حتی آبی که داری می‌خوری هم بابتش داری پول می‌دی. یه چه برسه به اینکه بخوای موزیک گوش کنی، هنر اونم یه همچین هنر بزرگی. این دستم چقدر حرف زد امروز باهاتون، با دست حرف نزنید خوب نیست. بچه‌ها یه سری حاشیه دیگه هم ریز بود تو این چند وقت سر منیجرش جعفری که اول منیجر کاغذ بود، بعد شایعه که از کاغذ اومد بیرون جعفری دیگه منیجر شایعه بود. بعد اختلاف پیش اومد بینشون، داستان شد و دیگه شایعه اعلام کرد، اومد لایو گذاشت گفتش که دیگه جعفری منیجر من نیست، حالا منیجر هیدنه. همینجوری این داستان پیش اومده، خیلی به جعفری نقد کردن. ولی به نظر من مهمترین نکته این وسط اینه که ما داریم آهنگای خوب میشنویم، همین مهمه. اینم بگم که جیدال توی میوه ممنوعه از آلبوم ترکش که همین چند روز پیش اومد، یه تیکه انداخته بود به شایعه ریز، یه شیطنتی کرده بود، با اینکه میگفت دیس نیست ولی خب به هر حال یه شیطنتی بود دیگه تو اون آهنگ. ریاکشنشو یزدان رفته تو کانال، اینا لینکش این بالا میاد، برید ببینید حتما اگه دوست داشتید. بس دیگه حاشیه، اونم واسه یادمی که انقدر حاشیهش کمه. اگه حاشیه دیگه شما دوست داشتین باشه تو ویدیو و من نگفتم، حتما تو کامنت بنویسید، من واسه تون قسمت بعدی میام میگم اونایش که خاص باشن و باحال باشن. خیلی خیلی ممنون که ویدیو رو تماشا کردید. بیوگرافی شایعه به سبک کارن، به سبک بیورپ،
امشب به سبک رادیو اکتیو زون همینجا تموم میشه. چقدر سبک تو سبک شد. امیدوارم حالشو برده باشید. حتما واسه دوستاتون بفرستید، واسه شایعه بفرستید ببینه این ویدیو رو. مثل همیشه اگر جایی رو اشتباه گفتم، جابجا گفتم، کم و زیاد گفتم، حتما بنویسین تو کامنت واسم، میخونم همه رو. ازتون یه دنیا ممنونم و خدافظ تا یه قسمت دیگه. بیوره بای بای. خب یه لحظه وایسین. یه خبر خوب دارم، یه خبر بد. خبر بد اینه که هنوز ویدیو تمام نشده. خبر خوب اینه که یه نفر آوردم اینجا که همش میگه خبر خوب، یه خبر بد. سلام معمی بچه ها، من اینجا از رب سلام خوبی کنه. خب بچه ها، من به عنوان مهمان ویژه امروز اینجا تشریف آوردم تا پراتونو بریزم. خب کارن جان برو ادامه توضیحات مطلب و مطالب. ستون گنگ لیگ رو آوردیم. ستون لیگ اینجاست از رادیو اکتیو زون. مخلصم. این هم همون سورپرایزی بود که گفته بودم هفته پیش. میخوایم یه گپی بزنیم. اسم این بخش برنامه گپ رپ. کلن راجع به هر رپری که بیوگرافیشو بگیم یه گپی با هم دیگه میزنیم. خب آریو بریم گپ بزنیم. آریو جانم، اول ازت سوال بپرسم یا اول کامنت بخونیم؟ هر چی دل تنگت میخواهد بگو. خب سوال میپرسم. نمیدونم هر کدوم. اول از همه با کدوم آهنگ با شایعه آشنا شدی؟ عکس العمل. عکس العمل فور شور. بعد ببین سوال برات حاضر کم نوبت منه. بپرس. ببین سوال برات آماده کردم، حماسی عشق کنی. سوال اول، حیوان خونگی داری یا نه؟ نه. چی رفتی به شایه داشت؟ نه. خب حالا فکر کن داشت. فکر کن مثلا یه طول سگ داشتی. آره خب دارم. اگه یه روغن داغ داشته باشیم، یه دیگه بزرگ از روغن داغ، و شایه در حال افتادن تون دیگه باشه، یا سگت، شایه رو نجات میدی یا سگت؟ رد لاینی کردی داستانا. خب سخت شد. آفرین، دقیقاً بیا. از اونجایی که سگ قشنگ بود. خب ببین من هیچ سوال ردلاینی حاضر نکردم، ولی تو دانس واسه در میارم سوال قشنگ هست کنی. خب ببین من شایعه و خیلی دوست دارم. من شایعه و هیدن دوتا از خفنایی هم که عاشقشونم، ولی خب نه، متاسفانه با اینکه قطعا یه دلبستگی خاصی باید به اون سگه داشته باشم، ولی شایعه اون اجاد میدم، چون این یه فداکاریه واسه همه کسایی که عاشق شایعه هم، نه فقط خودم. جدی میگم سگ پر، یعنی سگ پر. آخه شایعه رو خیلی دوستش دارم. سگ آره یه پر دیگه، یه مدت ها میشنم گیرم. خیلی خوب، برو سوال بعدی. سه تا دکمه جلوته. همین الان اصلا نمیدونم چی میخوام بپرسم، اما همینجوری شروع میکنم تو حرف زدن طرحش میکنم. سه تا دکمه من جلوته. من حاضرم. سه تا دکمه. ماشاءالله. ستون. سه تا دکمه جلوته. یکیش کدوم؟ خب یکیشو بزنی کرونا تموم میشه میپره. یکیشو بزنی یه میلیون دلار پول میاد به حساب درجا. اون یکیشو بزنی شایعه تا آخر عمرت میاد تو خونتون واسهت میخونه. ولی مسئله اینه که اگه هر کدوم از اینا رو بزنی فلج میشی. وایسا. هر کدوم از اینا رو بزنی فلج میشی. میتونی کرونا رو بپرونی، شایعه رو همیشه داشته باشی. خب دیگه میزنی یا نمیزنی؟ شانس اینو داری که کرونا رو از بین ببری. از اون طرف هم شانس داری. از کجا فلج میشم؟ از کجا فلج میشم؟ تا پایین. زندگی سگی قرارت شیرین آب نباتی. بذار ببینم. خب ببین، ببین اول از همه من کرونا گرفتم، با کرونا اصلا اوکی ام. بعدش هم کرونا واقعا خیلی چیزای خوبی رو برام ساخته، مثل همین یوتیوب و اینا، پس کرونا رو نمیذارم بره، من باهاش اوکی ام. یه میلیون دلار بیاد تو حسابم، خب فلجم کاری باهاش نمیتونم بکنم. شایم بیاد خونمون برام بخونه، بازم کاری نمیتونم باهاش بکنم. ولی آقا من فهمیدم، من یه میلیون دلار رو میگیرم تا آخر عمرم همینطوری هزینه درمانم میکنم جان. و بعد ادامه پولو خرج میکنم و تمام. آفرین. پس دکمه رو فشار میدی با اینکه هیچ کدوم واسط سودی نداره. آفرین. پس دکمه رو فشار میدی با اینکه بله، هیچ کدوم واسط سودی نداره. بله هیچ کدوم برام سودی نداره. توی مردی. خب آقا بریم سوال بعدی. میخوام فکر کنم من به عنوان عشق زندگیت رفتم زیر تریلی. خب کدوم عزیزم، خب گوش میدی تو اون مود؟ اوه قشنگ بود، قشنگ بود. بذار ببینم. همه ی منو گوش بدم خواهری. نه وایسا. یا تنگی نفس رو گوش میدم، یا تلو رو گوش میدم، یا رفتم زیر تریلی. میخوای تلو گوش بدی؟ آره تو رفتی زیر تریلی. خب من ناراحتم دیگه، میدونی من ناراحت تو هم، کل زندگی اون موقع رو سرم خراب شده همون. آفرین، من خیلی منو دوستم داری میدونم. آره عزیزم، آریوی خودم. خب خب سوال بعدی. خب
فردا صبح خواب بیدار میشی میبینی شایعی کلا تو شایعی شایعی دیگه وجود نداره. آره اولین حرکتی که میزنی چیه؟ یک و به اولین رپری که پیام میدی کیه؟ ببین اولین حرکتی که از خواب بیدار شم آخه دو حرکت همزمان میزنم. اول از همه صدامو چک میکنم ببینم همونه، دوم از همه یه جای دیگه رو چک میکنم سایز بندی ها و اینا رو ببینم در چه حد و حدوده. بعد بخوام برم سراغ رپر احتمالاً برم سراغ هیدن دیگه، یه کسی رو ندارم. ولی اگر بخوام برم سراغ آرتیست دختر کسی رو ندارم، من همون با هیدن میرم. آره آقا من با هیدن اوکیم. تا پیامو میدی به هیدن و یه میت میذاریم با هم دیگه بریم بگردیم بریم ایزد شهر. اصلا کجاست هیدن؟ ایرانه؟ کجاست؟ ولش کن اصلا الان بیورپ مهرات نیستش که. ستون دیگه سوال بس خوش گذشت، ولی بریم یه چهار تا کامنت هم بخونیم اگه تایم باشه دیگه. تایم میش بشه کامنت قسمت قبلی قسمت تتلو بود، پارت دو تتلو بود، پارت سه هفته دیگه میذارم واسهتون. یکی نوشته هوای تتلو رو همیشه داشته باشه، یه نفر ریپلی کرده میگه تتلو نیاز نداره کسی هواشو داشته باشه، تتلو سلطان جهانه. سه نفر ریپلی کردن پوریا پوتک پروفایلت بعد میگه تتلو، ولی نظر هر فرد مورد احترامه. بعد یه نفر دیگه اومده نوشته واسهشون داداش ما باید یادمون باشه هر حرفی رو هر جایی چی هر حرفی جایی داره و ما قبل از اینکه طرفدار هر آرتیست باشیم طرفدار رپ فارسیم. اگه اینو بفهمم خیلی خوب میشه. من خودم تتلیتی ام ولی میرم ویدیوهای یاسو میبینم انرژی میگیرم انرژی میدم، پوتکو همینطور، پیشرو همینطور و غیره. این حرفش قشنگ بود، خوشم اومد. آهان یکی از کامنتا که دوست دارم این کامنتو بذارم رو کامنت طلایی یاری اومده بود کل رکوردهای امیر تتلو نوشته، کلشو که نه ولی خیلیاشو نوشته بود. آره دمش گرم واقعا، 14 تا هم ریپلی خورده کامنتش، واقعا خفن بود. حالا چهار خط اولشو میخونم سری. اولین هنرمند ایرانی که در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام میلیونی شده، نوشتن شعر بذار تو حال خودم باشم در 15 دقیقه. اتمام آلبوم جهنم متشکل از 16 ترک تنها در 7 ماه. آلبوم جهنم دهمین آلبوم منتشر شده از امیر تتلو، بلندترین آلبوم تاریخ موسیقی ایران میباشد. چقدر نوشته، ببین 2 ساعت هم اینا رو نوشته، دمش گرم واقعا. این جا داره کامنت طلایی باشه. آره آجی یارو همه چی گفته، مثلا کامنت طلایی من، کامنت طلایی من معمولا فوش طلایی ان، ولی آره بچه‌ها زشته فوش ندین. ببین اینجوری کامنت میذارم واقعا، این خفن بود. کامنت طلایی کی بود؟ اسمشون هم بخونم. بوگسلاگ هم کامنت گذاشته، دست خوشاجی یالی تمام. ستون لیگ گورک صفت اسمش، آقای گورک صفت اومده بود رکوردهای امیر تتلو نوشته بود، کامنت طلایی خودت دیده داشت، قبل تو سوء تفاهم بوده. بچه‌ها خیلی طولانی شد، مرسی که تا اینجا همراهمون بودین، امیدوارم با این سورپرایز هم حال کرده باشین. آریو دمت گرم اومدی، خیلی حال داد، خیلی خوش گذشت. اگه دوست دارین برنامه ادامه پیدا کنه و از دفعه بعدی شما هم بیاین تو دانس، حتما تو کامنت ها بگین هشتگ راز اسکواد هم یادتون نره. آریو حرفی نداری؟ بچه‌ها کار منو انداخ بیرون، خدافظ. آریو حرف نداری؟ خیلی متشکرم. آره بای 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 بای، هاف ا گریت تایم، بای، خدافظ. مرسی از آریو، دمتون گرم. بچه‌ها دیدین تا تاش لایک و سابسکرایب و داستان از این حرفا یادتون نره دیگه. ببین بهتره کنین شما، ما هم هر چقدر شما بیشتر حمایت کنین بیشتر انرژی میذاریم و کارهای خفن‌تر میزنیم. مرسی از اینکه نگاه کردین، بازم 38 دور گفتم، خدافظ. هفته دیگه و پارت 3 تتلو. اوه گوشی افتاد، چی گفتم.